به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. بازم خسته و مونده نباشین، همین لحظه همیتان بخیر باشه. به اولین گزارش روز پنجشنبه شما را خوش آمدید میگم و همین لحظه هم آمدیم در جای بسیار اساس، در جای بسیار خوبی که همه شما میفهمیم ورزش ضامن سلامتی ماست و ما هم آمدیم در یک از کلاب های ورزشی که همین لحظه پشت سر میبینین که دوش دارن و ببینیم همراه استادشان، همراه مربی تیم مصاحبه خود داشتیم. همراه ما باشین در این گزارش که استادم همراه ما هستن. آیستا آیستا میریم طرف پیشتر. استادم اینجا هستن مصروف. سلام بر شما استاد، خوب هستین؟ سلام علیکم، صبح بخیر. بخیر باشین، صحتتون خوب است استاد؟ خسته نباشین. اول خب همین دوش نام گرفتیم، سر جالب بود، نگفتم من سلام کردین کسی را. نخیر فعلا حرکت ها رو میزنن، گرچه که تایم ما تمرینات ما خلاص شده، ولی ما تک مختصر اگر نمشای خود میکنیم. البته خیلی میباشین، عرض سلام و ادب دارم برای بینندگان تلویزیون آریانا. امیدوار هستم که روز خوبی داشته باشن. خوشبخت هستیم استاد که خودت داریم. استاد نامتانم بگین. علی احمد افشار هستم، رئیس فدراسیون یونیفایت افغانستان. علی احمد، استاد علی احمد همراه ما هستن و تمرین میتنین دیجا بتیادشون. باز چطور است امروز تمرین چند بجا آغاز میکنین در اینجا؟ تمرینات صبحی ما کسته از ساعت 5 صبح است تا ساعت 6:30 دقیقه، باز بعد از ظهر از ساعت 5 بجه صبح دیگر داریم تا ساعت 9 شب. باز در نبود شما کسی هست که مثلا تمرین بده اینا را؟ بله بله، در تایم ماشاءالله نام خدا دو تا سه تا شاگردای ارشد است، مدال آورای است که از رویدادهای خارج مدال آورده. در تایم صبح است احمد الله مجددی است که دارنده مدال برنز المپیک آسیا است. زنده باشین استاد. احمد گفتین؟ بله. احمد جان این نزدیکتر بیان، فکر کنم امینا هستن. بله. سلام به شما احمد جان. سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت تمام بینندگان تلویزیون جهانی آریانا. احمد الله مجدی هستم، دارنده مدال برنز آسیا، یک تن از ورزشکاران تیم ملی فدراسیون یونیفاید. جالبی دیست که تخلص ما از این یک قسم است. احمد جان خودت هم دمی اول میدیدم دوش میکردی. شاگرد ارشد تایم خودم هستم. باز چطور هست وقتی دنبود استاد باشه همون کارا را که استاد میخواه انجام بده خودت هم همون میتونین دیگه؟ طبعا دیگه، استاد که نباشه مسئولیت تایم به گردن خودم است و خودم تکنیک ها و تکنیک تمام شه خودم برشان تدریس میدم. و موضوع برنامه امروز ما هم مدیریت خشم است. چه خوبتر که استادم هست همراه ما، احمد جان هم هستن همراه ما. همراهشان میخوایم داشته باشیم کسی که مثلا خشمشان رو کنترل کردن میتونن، علل خصوص که همچون ورزشکار باشن. از اینا پرسان کنیم که چی میگن در این مورد، مثلا کسی که خشمشان رو کنترل کردن میتونن، اداره کردن میتونن، چی مثلا زود عصبانی میشن، چی گفتین داشتین براتون، چی مثلا چقدر خود کنترل بکنن، علل خصوص شما که ورزش میکنین. اول از اینکه باید از بسیار زیاد خون سرد باشن و روی ورزشکار باید از با اخلاق باشه، تمام نزاکت بیرون و چی در داخل کلاب هم رعایت کنه. یعنی در هر صورتش که واقعا جای جالبتر خوبتری خواهد بود که در غیاب از اینکه بعضی هایی که خشمشون رو کنترل کردن میتونن، خب خیلی چیزایی هست که آدم باید زوریش کار بکنه. بر صورتش احمد جان چطور از در مسابقات هم بودی؟ خودت اشراق داشتی؟ ما مدال برنز از کشور ازبکستان آوردیم، مسابقات المپیکی زمستانی کشور شهر تاشکند، یونیفاید وینتر یونیفاید، از مسابقات ما مدال برنز آوردیم به افغانستان. تشکر، تشکر. زنده باشین، تشکر از شما، یک تشکر. استاد میم سر طرف استاد میم، استادم امروی ما هستن امیجا. از استاد پرسان میکردیم چند سال است که خودتان در اینجا تمرین میدین و چقدر مثلا دست آوردهایی داشتن تا امروز در شاگردهایتان؟ تشکر از سوالتان. حدودا ما 17 سال است که در داخل افغانستان فعالیت، از عالم مهاجرت که آمدیم 17 سال است که داخل افغانستان فعالیت میکنم. تقریبا 62 تا مدال آسیایی و جهانی از اینمی مجتمع ما که مربوط به فدراسیون یونیفاید میشه دوستا و ورزشکارای ما وارد افغانستان کردن. اصلا مگه ما بیایم شروع بکنم باز چقدر وقت خواهد گرفت که ما بیایم یاد بگیرم در اینجا؟ انشاءالله جسارت و شجاعت تو را که میبینیم خیلی زود شاید نتیجه خیلی خوب بگیریم. منتها همون تو یک پس ما باز امرای استاد میخوایم داشته باشیم که وقت برش بگیریم خوبتر خواهد بود. آخری پیام ورزشکار مثلا به کسایی که ورزش میکنن چی هست استاد؟ مثلا خود شما اگر بگوین. تشکر. در قدم اول ورزشکار باید ادب داشته باشه. ادب که داشت یعنی همه چی را، نزاکت های اجتماعی را، نزاکت های همه چی را مراعات میکنه.
ورزشکار در اصولا باید پل باشه، یعنی از سر پل هر رقم چیز عبور میکنه باید آخ نگویه. اما متاسفانه یک تعداد ورزشکارای ما که 4 روز در کلب میره اخلاقا کل چیزش تغییر میکنه. در قدم اول باید ورزشکار ادب داشته باشه، شعور داشته باشه که جامعه انتظار بیشتر تا یک نفر هام از یک ورزشکار داره. ما ازشان خواهش میکنیم که اخلاق اجتماعی، اخلاق ورزشی، اخلاق اسلامی را جدا مراد بکنه. راز موفقیت یک انسان، راز یک موفقیت یک جوان در چیز در اخلاق نیکوش. تشکر استاد، تشکر. مزاحمتون نمیشم دیگه، شما در جریان تمرین هستین. باز ان شاء الله هم موضوع ورزش شد، ما میایم پیش استاد، ما شروع خواهد کردم. چطور استاد؟ با عزت باشین ان شاء الله. تمرین خوش برای شما. همچنان با عزت باشین. احمد جان بخاطرم تمرین خوش میخوایم. ان شاء الله موفق باشی. بخیر باشین، تشکر از شما. خب دو ورزشکار استاد بزرگوارم داشتیم، احمد جان مجددی که تخلصشون با ما یکی میخوان و جالبی دی که در وقت گل صبح میان تمرین میکنن و الان فکر کنم یک دوش دارن پیش خودشان. بر صورتش زیاد وقت دیگه دوستا را هم نمیگیریم و یک میان برنامه بسیار کوتاه داریم، بعدش هم انشالله برنامه صبح و زندگی ادامه داره. تشکر از اینکه برنامه ما را تعقیب کردیم. به خاطر دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنیم و به خاطر دیدن ویدیوهای بعدی ما اینجا را کلیک کنیم و به خاطر پیوستن همراهی ما سابسکرایب کنیم.